آینده ایران خیلی خوشحالم که در این ساعت باتون با برنامه اجرا میکنم آقا اینا خیلی دارن خوشون پاره میکنن برای گرفتن من یعنی دیگه دارن بالبال میزنن تفلکی ها مثل پسرهای مجردی که تا الان سکس نداشتن خیلی بالبال میزنن به یه سکس برسن الان حکایت من بچه مذهبی ها به همین رسیده زده بالا برای دستگیری من که منو اعدام کنم <تص> خیلی پیام میذارن خیلی حالا اتاق میذارن توی کلاب هاست و جایی دیگه خیلی برنامه روزانه میسازن یعنی روزی نیست که دست کم چهار پنج تا کلیپ و برنامه علی من عیزان مذهبی در کنار بخشی از این هواداران آقای رضا پهلوی درست نکنن یه همکاری عجیبی بین این رژیم تروریستی و هواداران رضا پهلوی علی منم شکل گرفته هر دو طرف سرویس کرده بعد همچنان من هم دارم به ریش هر دو طرف میخندم همین خیلی بهشون فشار میار. بعد این همه اتفاقات سیاسی در دنیا ولی اینا نمیتونن از فکر من خارج بشن و بسیار بسیار تفلکی ها درگیر من هستن یکی از این کانالاشون که اصلا نام کانال اینه مدار یک و بیست دقیقه یعنی میخواد بگه ما یک و بیست دقیقه میریم انتقام سلیمانی رو میگیریم که هنوز هنوز انتقام سلیمانی رو نگرفته اومده یه ویدیویی رو از خانم ناهید پرشان که در بی بی سی و مستند در حقیقت روح زم رو درست کرده گذاشته بعد میگه امید نادان خوب گوش کن اول ببینیم ببینیم چیه بعد بشینیم ببینیم اینا چی گفتن میگه خوب گوش کن امید نادان چشم شما ایزان شیه که 1400 سال منتظره در حقیقت متی هستید و منطل تلال هستید و همینجوری در انتظار ظهورید شما ها و بنده نادانم حق با شماست واقعا منم قبول دارم بفهمیدیم چی میگه ناید پرشان ممکن اصلا به ما بگید چی شد که شما به این فکر افتادید که از زندگی روح الله زم مستند بسازید چهار ما قبل از بازداشتش وقتی باش تماس گرفتم گفتش که من محاف... پلیس اینجا ازم محافظت میکنه و هر کسی نمیتونه بیاد خونه من که من مجبور بودم تمام مشخصات خودم رو به پلیس بدم پلیس بارها به من زنگ زد و بالاخره تصمیم گفتن اوکی هست که بیای فرانسه و روح الله رو ببینی که من وقتی رفتم اونجا خب تو اون یه هفته ای که من خونه روح بودم زندگی خودش و خانوادش و کارش و دنبال کردن ما حتی اگر که میخواستیم بریم یه قهوه بیرون بخوریم پنج شیشت محافظ اطرافش بودن متوقع. و خب بخ... ممکنه ازتون یه سوالی بکنم وقتی که متوجه شدید که آقای زم رو گرفتن و به ایران بردن خبر خبر بسیار مهمی بود همه رسانه ها راجبش حرف زنن کجا بودید؟ چه حسی داشتید؟ چه کردید؟ من خونه بودم و خودم هم توی تلویزیون که دیدم شکه شدم چون اصلا باورم نمیشد به این دلیل که من وقتی اونجا بودم روحولا بارها به من گفت هیچ وقت پاتو نظر نذار توی کشورهای اطراف ایران چون یا گروگان میگیرن یا, ادا... یا میکشن برای همه برای من خیلی عجیب بود که چطور شد این کار کرد و میخواستم بدونم که چی شد که روحولا این تصمیم رو گرفت آیا به جایی رسیدید م... که چی شد که او تصمیم گرفت علا رقم این که به شما گفته بود به اون منطقه نرید خودش به اونجا بره؟ بله بله بعد من رفتم دوست سمیمیش رو مازیار پیدا کردم و اون داستان کاملا برای من گفت و متوجه شدیم که نزدیکترین همکارای زم که بارها به اون تلفن می زدن وقت من اونجا بودم حتی من خودم با دوتاشون صحبت کرده بودم اونا فرستاده جمهوری اسلامی بودن و روحالا رو کشوندن عراق و دولت عراق هم دو دستی تحویل جمهوری اسلامی خب ببینید الان این کانال در حقیقت تروریست های مذهبی این ویدیو رو گذاشته ما صحبت رو گوش کردیم بعد نوشته که امید نادا خوب گوش کن خیلی نزدیکتر از اون چیزی هستی بهت که فکرش رو بکنی من خیلی ترسیدم تو اگه نزدیکتر از اون چیزی بودی که من فکرش رو بکنم نمیگفتی این یک میگه هنوز وقت زدن دکمه شاددان فرا نرسیده وگرنه به راحتی نوشیدن یک لیوان آب خنک دخلت را میآوریم ایزا تو داری خودتو پاره میکنی دخل من را بیاری دستان اینجوری استرس گرفته قشن تمام صورتت اینا قرمز شده مثل آدمی که شهوت یه کاری رو داره مثلا شهوت سکس داره تمام بدنش میلرزه تمام بدنت ایزا سیخ شده تو که بیای مثلا منو بکشی حالا بعد الان میگه که اصلا وقتش نرسیده میگه تازه تو انگوش کوچیکه نیما زم هم نیستی اولا نامش روح الله زمه بعد نیستی این پیامه حالا آنتی سحیان به توس از سایه هم به تو سایان پشت همه کجا نه الان نور افچیت کردم اینجا خوشبختانه من نور پردازی دارم چرا الان دستم یه سایه اندار بعد الان به ترسم یه مقدار ببینید اه این جماعت چون خودشون خرن فکر میکنم بقیه خرن در تمامی این سالها جمهوری اسلامی توانایی نداشته کسی را از اروپا بتونه برو باید و ببره ایران این واقعیت یه مسائلی وجود داره در مورد ترورها و خب اپوزیسیون ما چون هر چیزی که رخ میده میندازه گردن جمهوری اسلامی 99 درصد ترورایی هم که انجام شده تو اروپا نه جمهوری اسلامی دلش نمیخواسته ارزشو نداشته یعنی من, اینجاست که میگم دوستان ما بر اساس واقعیت ها باید بریم جلو مثلا وقتی که هی دروغ میگیم جواب یه جای عکس میده ببین شما مثلا ترور بختیار اون حالا بجز اون بار اول که آقای نقاش بود که لبنانی بود اینا که اونم نتونست موفق نشد مثلا از ترور بختیار بگیری تا ترور مثلا سردار اویسی بگیری تیم سار اویسی و خیلی از این چهره ها به من تمام تحقیقی کردم به شهریار شفیق شهریار شفیق که پسر والا حضرت اشرف بود بقیه ترور هایی که شخصا واقعا تحقیق کردم بخش قابل توجهش آدم میبینه کار جمهوری اسلامی نبوده نه اینکه نمیخواسته ارزش رو نداشته یعنی جمهوری اسلامی یادتون باشه شیعه یک حکومت بسیار بی و یک حکومت بسیار لافزنیه تمام چیزاش بر اساس لاف زدنه می تو هم سیستم بلوچستان گروهای تروریستی میان اینا رو ترور میکنن دستگیر نمیشن ولی اون چهار نفری که اصلا دلشون رفتن پرچم شیر خورشید بردن بالا اونو میره با پهباد بگیره که بگه آقا من اقتدار دارم واقعیت ماجرا اینه که جمهوری اسلامی حکومت پروپاگاندایی ایست یه کاری اگه یه جا موفق بشه این یک موفقیت رو هزار برابر میخواد نشون بده یک نفر در اروپا نتونسته تا الان در حقیقت به رو باید در مورد ترور هم 90 درصد ترور هایی که گفته میشه کار جمهوری اسلامی نیست نه اینکه ما بخوایم بگیم جمهوری اسلامی حکومت خوبیه یا بدیه معلومه که جنایت کار تروریست است ارزه نداره تروریست بی ارزه است بختیار و سردار اویسی رو مشخصا حزب بس ترور کردند اتفاق میکنوس دعوای درون گروهی پانکورت ها بود به خاطر که آقای شرفکندی میخواست ارتباط بگیره با جمهوری اسلامی مذاکره کنه درون خودشون دعوا داشتن که آقا نباید مذاکره کنیم زدن توی میکنوس خودشون خودشون رو کشتن قاسم رو تو قبرس دوباره سر همین قضیه کشتن اعضای اتفاقا جریان دموکرات کشتن همین دعوایی که شما جدیدا تو کموله دیدید بخش قاره. حتی خود فریدون فرخزاد هم که دیگه دیدید ما حالا نمیخوام باز کنم فریدون فرخزاد همچنان من بر این اعتقادم که جمهوری اسلامی نمیتونست ارزه نداشته یا به حال شرایط نبوده دو یک نفر من واقعا یکی هم شهر من فقط شهریار شفیق رو فکر میکنم خود جمهوری اسلامی تونست ترور کنه چون شهریار شفیق پسر والاد از اشرف یک فرد بسیار با کاریزمایی بود بسیار بسیار شهریار شفیق فرد وطن پرستی بود و جز گزینه هایی بود که میتونست به صورت جدی یک آلترناتیو نظامی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنه به جز این واقعا 90 درصد ترورها کار جمهوری اسلامی نبوده تو اروپا این خب واقعیتیه که بعد بگیم میگم بس ارزه است نه اینکه میخواد حالا اپوزیسیون هی میخواد مثلا شما کاظم رجوی رو ما میدونیم درون خود سازمان مجاهدین که یه مشکلاتی پیدا کرده بودن با کازم رجوی می کاظم رجوی نماینده فعال توی سازمان ملل بود کازم رجوی رو خود بچهای سازمان مجاهدین زدن یعنی خیلی در... اصلا خیلی از این ترورها در... ترورهای درون گروهیه مثل زمان شاه شما تو زمان شاه هم تا مدتی میخواستن بگن شریف واقفی رو شاه کشته بعد معلوم شد که آقا اونو تقی شهرام کشته ربطی به شاه نداشته اصلا بخشی از ترورها در زمان شاه دعواهای درون گروهی چپا بوده خب دختر پسرها با هم دیگه دختر پسر چپ برای ماها تو خونه تیمی بودن زن... مرد و زن هم که آب و آتش هم دیگه بعد چند ماه اونجا عشق سزلی درست میشد شد س... س... دو تا پسر چپگرا عاشق یه دختر میشن حالا من اینا رو قبلا با جناب احمد فراستی رهبر عملیات ساواک برنامه‌های ساختیم و ارائه دادیم در اون مقطعی در زمانهای گذشته برید به شما برنامه من با رهبر عملیات ساواک گوش کنید اصلا اون موقع هم این بود الان نمینه بنابراین الان شما صحبتی که از خانم ناید پرشون گذشی بعد منو تهدید میکنی امید نادان گوش کن ناید پرشون داری میگه که آقا جان توی پاریس داستان بوده این که تو تونستی یک آدم میره که یه خود شیرین میزد مثل روح الله زم آدم شیرینی بود من باش ارتباط داشتم آدمی که انقدر احمق بهش از پشت تلگرام نشون میرن که انقدر پول برات آقای آیت الله سیستانی گذاشته بیا بگیر انقدر حمل است از پاریس بالا میشه میره عراق خب ببخشی تو چرا به حساب خودت میذاری حرف هاشی شاسگول بوده گرفته دش نمیشم گم منم اگر اومدم ترکیه اگر اومدم دوبه نوش جونت اومدم کشورهای اطراف نوش جونت تو منم بگیر اگه تو منو بگیر ولی خودت بزرگتر نشون نده اولا برای همون رولازم هم چه باچهایی که تو به عراق ندادی برای اون یکی تروریست پان عربه که توی چیز گرفتیش ترکیه گرفتی چه باچ هایی که ندادی پول مملکت و پول نفت مملکت رو کلی خرج میکنی برای اردوغان و کشور همسایه که بتونی تا از این حرکت رو کنی جمشیر شارمرد و تو رفتی معامله کردی با عمان در عمان اینو گرفتن کشورهای اروپایی تو نمیتونی از این معامله ها کنی به دلایل بسیار زیادی بنابراین هی خودتون رو بزرگ میکنید آدم نمیدونه چیه بعضی وقتا بهتون میخندم ولی خب خیلی برای من جالبه که اینقدر تحت فشار روانی یکی شما هستید یکی هم بخشایی از حوادث رضا شما نگاه کنه همین در یعنی هم صدا با اینا که اینجوری منو تهدید میکنن شما نگاه کنید یکی از این کسانی که هوادای رضا پری برای من کلیپ دروغ میفره درست میکنه حالا براتون تو برنامه پخش کنم ولی میگه کلیپ دروغ ببین یعنی دو تا ترور میخوام بکنن جریان مذهبی بیشتر دنبال ترور فیزیکی منه جریاناتی که مثلا مثل رزا رضا پهلوی جهت فاندگیر در اپوزیسیون که فاند میگیرن من افشه کردن به فکر ترور شخصیت منن میرن کلیپ برای من درست میکنن جلو و عقب و تمام پس و پیش صحبت های منو قیچی میکنن صدای منو تقطی میکنن که بگن امید دارم مثلا علی محسا امینی حرفی زده بعد میگن حالا این کلیپ رو خوب پخش کنید نگاه کنید گوش کنید چی میگن اون پست آخری که در رابطه با رو تا میتونید پخش کنید تو اینستاگرام میری تو کامنت ها تو جایی که میرین مثل بی بی سی مثل من و تو مثل ایران نشنال ایران اینترنشنال یا جایی که میری شلوغ پلوغه یا های این کسافت که میاد تبلیغ میکنه اینا اینو برید پخش بکنید که من خار مادر این بچه کسافت قربتی چون نشور یه لاغوا رو در بیارم که اینقدر گوای زیادی میخوره مردم فوش میده به دین مردم فوش میده ببین حوادث رضا پهلوی فقط صوته بخش اصلا بخشی از این حمله رضا پهلوی تو آمریکا که ببخشید اینا به بچهای مردم میگن به تو خیابون خودشون جرئت ندارن چهرهشون رو که نشون بدن تصویری باشه مثلا چی میگی بخشی از اینایی که مردم ها چیزای دیگه تعریف اصلا چیز خودشون نشون نمیدن این تعصبش به اسلام تو کجاست هم صدا با خامنه ای میگه آقا این داره به دین مردم چیز میکنه هم صدا با مذهبی ها. همون جمله مذهبی ها همکاری شما داشته باشید این بخش جدی از این ترور چقدر هر دو طرفی که دارن جنایت میکنن علیه مردم جمهوری اسلامی مردم میکشه رضا پهلوی از خون مردم فن میگیره هر دو طرف ببینید چه دشمنی با من دارن چون من مستقل و مردمیم نگه دیگه به دین مردم فش میده اینا هم به خاطری ای که میگن امیدانا به دین مردم فش میده بعد کشته بشه همون رضا پهلوی میگن چون امیدانا به دین مردم فش میده باید تحقیر بشه باید در حقیقت ما براش پاپوش درست کنیم و هی پاپوش پاپوش اینا و اینا واقعیت است و نه در نهایت اینو فقط به بچه مذهبی ها بگم شما ها یک حکومت بسیار بی ای هستید یک بار فقط فکر کنم موفق شد, شد به ترور شده تو اروپا اونم شهریار شفیق بوده که همون موقع خلخالی گردن گرفت و چون بقیه ترور رو جمهوری اسلامی گردن نگرفته ولی شهریار شفیق رو خلخالی گردن گرفت این خیلی نکته مهمیه خیلی نکته مهمیه چون واقعا شهریار شفیق بعد الا یه مقدار بعد یه برنامه بزنیم یه برنامه تحقیقی در مورد شهریار شفیق بزنیم انسان بی‌نظیر کلا تو خاندان پهلوی والا حضرت اشرف و هم دخترش و هم پسرش واقعا انسانهای چیزی بودن قوی بودن دختر والا حضرت اشرف خواهر شهریار شفیق هم زن بینظیری بود روانشون شاد کارهای خیلی بزرگی میکرد اینا واقعا افراد جونداری بودن و میتونستن حکومت پهلوی اگه تو اتفاقات پنجاه هفت محمد رضا شاه کارا رو اگه سپرده بود به والا از اشرف شما اصلا نمیتونستید انقلاب کنید بیچاره اشرف از پاریس بلند شد اومد ایران تو همون شلوغی یا پاریس بود اشرف اومد ایران که قضیه رو جمع کنه منتها شاه دیگه, دیگه, دیگه چی بگم برگشت به اشرف گفت نه تو برگرد و فلان و ترسید از یعنی نذاش اشرف کارشو بکنه و اگر شماها شما ها میتونستید مگه انقلاب کنید والا اگه کارها دست اشرف پهلوی بود مگه میتونستید انقلاب کنید از هزار مرد مردتر بود اشرف پهلوی اون دیگه اینه دیگه راستان حالا از بعد روزگار یه چند سبایی هم شما شیعیان پوفیوز قدرت گرفتی جنبه نداشتید همه چی رو خراب کردید حالا بعد وایسی خزینه‌شو بدید منم بهت بگم من مطمئنم وجود دارم که بزنم خارمادر مادر شما بچه شیا تو این مرحله تو این مقطع تاریخی تو کشورمون سرویس کنم دستت به منم نمیرسه فقط بر خودتونو پاره کنی حالا برو خوش باش یا آدمی که حول بوده حول پول بوده پول بهش نشون دادی کشوندیش آقا آدم عاقل میره عراق در سطح رول زم شد رفت دیگه معلومه میگیریش قربون شکلتون برام پاینده ایران تک تکتون رو به اهورامزده ایران میسپرم بدرود رولازم هم اینم بگم چوب همون یه ذره اعتقادش به اسلام میخورد رولازم اعتقاد داشت به اسلام بچه آخون بود چوب همون اعتقادش به اسلام خورد که رفت مثلا با آیت الله سیستانی بشینه به هشت و نشت داشت کسی که ذره به اسلام اعتقاد داشت باشه عقل نداره پس یه آنمی بی عقلی که اعتقاد به اسلام داشت داره کشوندی تو عراق اینقدر به خودت نناز منو دستت به من نمیرسه پارت میکنم بدرود پایان <تص worshipbird> راستی که قرار بود گمنامت بیان ما رو ببرن ایران عاشقتونم پاینده ایران